آمریکا استراتژی جدید خود را در قبال افغانستان اعلان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نهایت بعد از ماها انتظار راهبرد جدیدش را در برابر افغانستان و منطقه اعلان کرد. این استراتژی حاوی از نکات عمده مشارکت میان افغانستان و آمریکا است. در مورد پاکستان نیز پیام روشن صادر شده سوی آمریکا. آقای ترامپ گفت که ما میلیاردها دلار به پاکستان پرداخته ایم و آنها ترستان را پناه دادند که علیه ما می جنگند و این باید تغییر بکند و فوراً باید تغییر بکند. هیچ مشارکت نمی تواند گنجایش پناه دادن به ترستان را داشته باشد که نیروها و مقامات آمریکایی را هدف قرار بدهد. زمان آن رسیده که پاکستان به تعهدش در برابر مدنیت، نظم و صلح پابند باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن این که مستقیم از پاکستان نام گرفت روی حمایت از حکومت افغانستان و نیروهای افغانستان نیز تاکید کرد و گفت که آمریکا دیگر برای افغانستان دولت سازی نمی کند و این را باید خود افغانها انجام بدهد. رئیس جمهور غنی نیز در واکنش به اعلان راهبرد تازه آمریکا در برابر افغانستان گفت که آمریکا به صورت واضح در کنار افغانستان استاد. آقای ترامپ اعلان کرد که در سیاستش در قبال جنگ افغانستان به دنبال گزینه‌های بهتر می‌گردد. اما سوال این است که در موجودیت مشکلات زیاد راه حل‌های محدود و یا هم چگونگی پیشبرد این استراتژی سوی آقای ترامپ چگونه به پیش خواهد برد و این مشکلات چگونه برداشته خواهد شد. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانانم آقایان محمد داوود کلکانی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، آقای محمد داوود راوش، رئیس حزب ترقی ملی مردم افغانستان، و همچنین آقای نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای آزاد، آنچه که رئیس جمهور گفته که آمریکا به صورت واضح در کنار افغانستان استاد، شما چگونه به این باور رسیدین که آمریکا این بار واقعا به شکل واضح و عملی در کنار افغانستان استاد؟ هرچند بارها موضع‌گیری ها سوی آمریکا در گذشته هم موجود بوده و موضع‌گیری ها گرفته شده بر علیه پاکستان. مننه، تشکر. سلامون و دانش تاسو او لیدونکو در ملمنو تا گوری پتیر که کله کوم د تیر خبری کو دا پوار ورده یادونه کړی دا خدای دی وکړي چې د تیر حکومت چارواکي خو به هم نشي پتیر که د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت بل خصوص په اخرین ورځو کې سونځي ډیر سیوی دا چې موږ ولې د امریکا په وسنۍ دریز باندې یغه ستراتیژي د اعلان کړه ولې به باوري یو څو عمده دلایل لري د وسنۍ حکومت دغه څه کم درې کاله چې کیږي لومړی ورځې کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی دا وسنۍ د ملي یووالي حکومت زموږ اړیکې نه یوازې د متحده ایالاتونو سره بلکې د ډېرو هیوادونو سره منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خرابې وې دغسې نور هیوادونو سره سمې اړیکې مونږ درلودې موږ وتوانېدلو چې په ډېر چټکۍ سره د امریکا سره او نورو هیوادو سره خپلې اړیکې ورغوو او تر ډېره حده یې ښه کړو دا په هغه سیالات کې و چې غربي هیوادونه د وتو په حالت کې و او هغه مرستې چې د افغانستان سره کولې هغه هم پر بندې شوې او د دې ټوله توجه منځني ختیځ ته عربي هیوادو ته سوله اما موږ وتوانېدلو چې د برسل او د واټساپ کانفرنسونو کې تر دېرش بلیون ډالر یا میلیارد ډالر ډېر کومکونه را جلب کړو دا یوه موضوع بله مهم موضوع چې په تېرو اووه میاشتو کې یعنې د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته افغانستان د افغانستان حکومت په دوامدار ډول د متحده ایالاتونو د حکومت سره یا د ټرمپ د ادارې سره په تماس کې او دغه څه چې موږ نن اورو دغه ستراتیژي باندې چې نن موږ بحث کوو دا د افغانستان د حکومت لابي ده په دې کې شک نشته چې دغه ستونزې یعنې کومه یادونه چې د پاکستان په وړاندې باندې وسوله دومره واضح په فصاحت سره پاکستان ته دا پیغام ورکول نه مشارک ساخته شده بود این موضوعگیری که در برابر پاکستان گرفته شده واضح گفته که پاکستان باید به مدنیت نظم و صلح علاقه نشان بده با شما در گذشته پیش از اعلان استراتژی هم مشوره شده بوده سرنگه چه دا استراتژی د افغانستان پر وخت نن سهار 15 بجې اعلان شو مطبوعاتي شو او دا و اته میاشتې مخکې نه د جوړ شوی شنه اعلان شي په دغه و میاشتو کې افغان حکومت خپل لابي وکړله یعنی دا په هر سټیج باندې افغان حکومت هغه د په ښکارا سټیج او په پټ سټیج د متحده ایالاتونو سره همدارنګه د نورو ناټو ائتلافي هیوادونو سره د پاکستان په وړاندې دغه موقف کې زموږ سوې ده پر دې باندې خبرې سوې دي څو واره د افغانستان د امنیت د شورا سلاکار اتمر صاحب د دوی سره پر دې اړه باندې بحث کړی دی همدارنګه د کابل په پروسې کې دا ډېر واضح وویل سوله جمهور رئیس د دوی سره ډېر وارې دا شیان شریک کړي دي دا هغه لابیګیري وه او موږ ډاډمن وو چې دغه نتیجې به سي اما دا چې
په تیره کې دغه شیان زموږ سره شریک شوی و. دا د دافتان خبره نه ده او ښاغلی ترامپ د امریکا ولسمشر د هغه یعنی لابی حکومت افغانستان هم نقش داره در ډېر مهم رول یې درلودی، ډېر مهم رول یې درلودی. هغه پالیسي او ستراتیجي چې موږ د دې سره شریک کړی و، یعنی هغه څلور کلن امنیتي پلان چې موږ د دې سره شریک کړی و، هغه ډېر موارد په دې کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان پر وړاندې دغه ګام چې پورته شو په دې کې د افغانستان لابی شامله وه. او بل واقعیت دغه دی چې پخوا هم ګورئ متحده ایالاتونو په دې باندې پوهېدل، ټوله نړۍ په دې پوهېدله چې پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي، هلته تمویلیږي. اما ولې دغه دریځ نه نیول کېدی؟ ځکه چې پخوانی افغان حکومت نه و توانېدلی چې پر اسنادو او شواهدو د پاکستان هغه اصلي څیره دی تر وښیي. اما موږ وتوانېدلو، موږ اسناد نه یوازې د متحده ایالاتونو سره، موږ د ډېرو ادرسو سره، یعنې د امنیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره هم شریک کړل. موږ وتوانېدلو چې دوی ته دا قناعت ورکړو، دا لابي وکړو، تر څو دغه څه چې نن موږ خبرې پر کوو دا په واقعیت بدل شي. آقای کلکانی، آنچه که آقای ترامپ اعلان کرد در برابر افغانستان پیام روشن برای ثبات در افغانستان بود، شما به این باور هستین که واقعا این پیام روشن بتانه که روزنی امید برای افغانستان در تمامی سطوح باز بکنه؟ بس فشار بر جنگ، بس فشار بر کشور حامی تروز مانند پاکستان و خواستای مشخص از دولت افغانستان، فکر میکنید که آمریکایی ها آنچه را که اعلان کرد به او عمل بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و بینندگان محترم تلویزیون، حاضرین محترم در میز، همکارای تکنیکی شما. ببینید، شما در راهبرد و یا استراتژی ایالات متحده آمریکا که اعلان کردن، چیزی که بسیار مهم است و او را سرش تمرکز صورت نگرفته است، با باور ما ایالات متحده آمریکا خواست که از شکست جلوگیری بکنه، نه پیروزی. باور ما این است که ایالات متحده آمریکا این در راهبرد خورد یک استراتژی کامیابی جنگ که باید آمریکا یا دولت افغانستان باید کامیاب شوه و این جنگ ببره، متاسفانه در راهبرد دیده نمیشه. این راهبرد یگانه راهی را که پیشنهاد میکنه عبارت از جلوگیری از شکست ایالات متحده آمریکا. زمانی که آقای ترامپ میگه که نیروهای آمریکایی شایسته آن هستند که پیروزمندانه از افغانستان بیرون شوند، نمیکنید پیام ختم جنگ میده؟ بنان راهبردی که جنگ به پیروزی میرسانه مثلا چی هست؟ ما در این راهبرد یا در این استراتژی پیروزی را به مشاهده نمیبینیم. یعنی راهکاری که پیروزی رو به ما نشان بده، همین کافی نیست که میگه که نیروهای آمریکایی شایسته آن هستند که پیروزمندان از افغانستان بیرون شوند؟ این اعلان میگه، ولی شما ببینید که ایالات متحده آمریکا و ناتو وقتی که در افغانستان میاد سه هدف تعقیب میکنه. اولی که مبارزه با توریسم و محو توریسم، حکومتداری خوب، بازسازی و انکشاف. شما ببینید که تا فعلا توریسم محو شده است، صلح در افغانستان تامین شده است، با وجود که گپ نشده است، ما هر روز مناطق را دست میتیم، هر روز مخالفین دولت افغانستان پیشروی دارن، جنگ در 32 ولایت افغانستان فعلا جریان داره. بنان رئیس جمهور امریکا فقط با این راه برد خود جلوگیری از شکست امریکا را در افغانستان اعلان کرد. خب جلوگیری از شکست درست است، اما زمانی که مثال عراق میته که ما تجربه عراق در افغانستان، بله عجولانه میگه ما از عراق خارج شدیم، اینی در واقعیت آقای ترامپ اشتباهات اوباما را تا حد مرفوع ساخت. یعنی به این معنا که اما فکر نمی کنید که امین موزیگیری و یا هم امین درک ترامپ بیشتر قضیه افغانستان را به سرمنزل مقصود برسوند؟ اشتباهاتی که آقای اوباما در خروج قوتهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان کرده بود، آقای ترامپ خواست که او اشتباهات رفع بسازه. یعنی به این معنا که خروج عجولانه قوتهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان در حالی که اهدافی که ناتو و ایالات متحده آمریکا تعیین کرده بود به او اهداف نرسیده، اینا خروج اعلان کردن، جنگ افغانستان تمام اعلان کردن، در حالی که جنگ افغانستان نه تمام شده بود، پیروزی نه حاصل نکرده بودن، اهدافی که تعیین شده بود اینا به اهداف خود نرسیده بودن. فلهذا بنان آقای ترامپ تانست که شکست جلوگیری از شکست ایالات متحده آمریکا را در افغانستان اعلان بکنه، ولی چیزی که کامیابی رو میره
به باور ما مثلا نیروهایی که دولت افغانستان هم تقاضا داشت که باید نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش پیدا بکنه، ولی متاسفانه این گپ در این تذکر نیافت. اما گفته است در میدان جنگ نظر به نیاز به نظر به چیزی گپ تعیین میشه، ولی باید این راه در این راهبرد اعلان میشد که نیروهای آمریکایی آماده هستند که برن به خاطر دفاع، و همچنان باید واضح روشن میشد که در بخشای نهادهای امنیتی افغانستان باید اینا تقویه میکنند در بخش‌های مختلف، در بخش کمک به نیروهای مسلح هم تاکید کردند، ولی چیزی که برای ما اطمینان بخش است این تاکیدات همیشه کردند، در گذشته هم تاکیدات داشتند، ولی چیزی که برای ما اطمینان بخش است که اینا برای اردوی افغانستان آیا وسایل زرهی، سلاح‌های دوربرد، ترانسپورت هوایی، طیارات بمب افغان، تئورات جیت و امثال از اینا برای اردوی افغانستان اینا میتن یا نه؟ سپاس. بنان ای ابهاماتی است در استراتژی که فعلا اعلان شده است. آقای را شما موافق بر این هستین که با توجه به تمامی روشن بودن اظهارات آقای ترامپ در برابر افغانستان و پاکستان و جنگ افغانستان واقعا ابهامات موجود باشد، در مورد پیروزی نیروهای امنیتی حرف زدن، در مورد کمک به نیروهای امنیتی حرف زدن و در مورد فشار بر پاکستان هم موضع آمریکا در طول چند سال گذشته به پیشینه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و عزیزان باید بگویم که اول خو چیزی که مرا در مصاحبه یک مقدار دیدگاه مرا متفاوت تر ساختی بود که ترامپ بسیار آرام و متکی به نفس صحبت میکرد و فکر میکردی که در یک موضوع بسیار عمیق و با یک اندیشه ژرف و آینده نگری صحبت میکنه و صحبتاش معطوف به یک موضوع مهم است. از یک نقطه نظر برای مردم افغانستان، ملت افغانستان و همه منطقه نوید خوب است که ما از توجه به دور نشدیم، یعنی ما هنوز هم در محراق توجه قرار داریم. در سیاست نباید بسیار خوشبین یا بسیار بدبین بود، باید واقعبین بود. کشور خود بررسی کرد، اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور خود دید. آیا ما توانایی رویارویی با یک اردو را در بیرون از کشور داریم؟ آیا وقتی که یک کشور مقتدر دنیا از ما حمایت میکنه، این به نفع ما است یا به ضرر ما است؟ وقتی ما دشمن ما را دوست تلقی میکنه، دوست خطاب میکنه، آیا این به نفع ما است؟ وقتی بالای هند ترامپ در صحبت خود بار بار اتکا میکنه، این نکته بسیار بارز است برای سیاست داخلی افغانستان، برای سیاست مدارای افغانستان یک نکته اتکای بسیار خوب است برای ملت افغانستان. مردم افغانستان دوست دیرینه خود مثل هندوستان یک بار دیگر در کنار یک حامی بزرگ دیگه به نام ایالات متحده آمریکا یا ایالات متحده آمریکا می‌بینند. ایالات متحده آمریکا به روشنی تمام گفت که من قید زمانی میکنم، نه قید کمی. وضعیت جنگ میدان جنگ دیده، نیروی خود یا اضافه میکنم یا کم، مدت تداوم نیروهای خود نظر به او تعیین میکنم. و ای از یک نقطه نظر حرف منطقی تر است، به مراتب نسبت به نقطه مثبت است. منطقی است. حرف درست است. حالا شما این را مثبت میگید منفی؟ مسلماً مثبت است، برای ما مثبت است. چرا؟ ببینید، فرض کنید شما در میدان شهر جنگ است، طور مثال در قندار جنگ است، 10,000 نفر عسکر کار دارین 2,000 نفر عسکر، وزلجهش نیروها را، آرایش نیروها را همه را مطالعه میکنین، با یک گزارش بسیار کوتاه میگین که بله ما اینجا 8,000 نفر دیگه عسکر کمبود داریم. در اون صورت و دیگه نکته مهمی که در صحبت ترامپ بود این بود که ما از واشنگتن تعیین نمی کنیم تعداد رقم کمی و مدت زمان اینا را، این قماندان میدان جنگ باید تعیین کنه. و این گپ درست است. پرسش این شما... است که آنچه را که پیام بسیار واضح و روشن آمریکا در برابر افغانستان و پاکستان مطرح شد، چیزی که اصلا توقع نمیره و چیزی که مردم افغانستان در 16 سال گذشته انتظارش بود، پرسشی است که آمریکا چگونه این همه تغییر کرد؟ بس واقعا استراتژی کلی آمریکا در برابر افغانستان تغییر کرده و یا هم دیدگاه رئیس جمهور آمریکا است؟ چندین عامل داره. یک بس نیست. یکی خود حقیقت پیروز میشه. انسان ها به کن و بن و به ماهیت یک مسئله پی میبرن. 20 سال پیش برای دولت افغانستان بسیار مشکل بود که بگه تمام اعلان های تروریسم میگفت ولی کس قبول نمیکرد. اینطور نیست که آقای کرزی نگفته، ایره گفته.
کلونای توریسم موجز ولی روز کس به گپش باور نمیکرد و روزی رسید که خودشون در سیاست سرخورده شد و ده ها پرابلمی که در درون حکومتش به وجود آمد باعث بربادی افغانستان و خودش و کلگی شد. اما امروز در سیاست وقتی که یک نوع خوشبینی یا یک نوع روشنی دیده میشه ما افغانان باید از او استقبال کنیم و از او حمایت کنیم. همین سیاستی که در جنوب آسیا نمیگه ما تنها افغانستان، ترامپ میگه که ما در جنوب آسیا یک طرح و یک پالیسی دارم. وقتی که این طرح و پالیسی در سطح منطقه است و محور از این منطقه هم باز افغانستان است، بر ما افغانان که از این سیاست حمایت کنیم. ما افغانان باید این سیاست بگوییم که نقاط مثبتش، حتی میگه که تجربه عراق دیگه تکرار باید نشه. خانی شما ما نمیخوایم تجربه عراق در شهر ما تکرار شوه. پیش از ترامپ من این گپ میزنم و این گپ مره ترامپ میگه. بنان از نکات مثبتی که فراوان داری صحبت بود باید حمایت شود، دولت افغانستان بتونه از این درست استفاده کنه. بر ما افغانان که با عقل سلیم با یک تفکر سالم با قضیه برخورد کنیم. شما فکر کنین فرض بی میگیریم خدا اینو خواسته بگویم اتا امی اصلا نمیشد، میفهمین در پاکستان میشه جشن می بود؟ پاکستانی ها میشه دول گرفته نمید کل منطقه تیرا و باجاور جنسی دول میزدن که خلاص شد افغانستان علاقت با امریکا علاقت دیگه. در پشتو ضرب المثل است که غختل نه در غختل سلی نمونیسته. اگر خود قوت نداری از یک آدم قوی محکم بگی. دنیا نمی رقم است چطور کنیم؟ کاش که چین یا روسیه یا یک کشور دیگه دنیا میگفت که برادر ما هم شما را همکاری میکنیم. حالا که ایالات متحده امریکا به این نتیجه رسید، سوال شما بسیار منطقی است که بیم به اون نکته که سوال شما فراموش نشد. شما گفتین چطور به این نتیجه رسید؟ این همه چگونه واقع شد؟ لابیگری دولت، حقیقت جهانی و اکسپرتای خود ایالات متحده امریکا که در منطقه فراوان تحقیق کردند، در زمینه اقتصادی تحقیق کردند، سیاست پاکستان را تحقیق کردند، مداخلات پاکستان تحقیق شد. نه، پرسش این از آقای راش، بس استراتژی امریکا در برابر افغانستان چیزی است که استراتژی دراز مدت است. نگرانی از این میره که موضع‌گیری مقطعی نباشه در برابر افغانستان. موضع‌گیری مقطعی خب باز عوامل منطقه‌ای را که مطالعه کنیم، موضع‌گیری منطقه‌ای نیست. از یک نقطه نظر دیگه که باز پس بیایم سر یک سیاست کلان ژئوپلیتیک، امریکا ناگزیر است اینجا باشه. افغانستان کلید فتح شرق است. اگر تو خواسته باشی که در این منطقه بابایی کنی به اصطلاح وطنی دیگه غیر از افغانستان و ترکستان جای بسیار مهمه دیگه. این طرف چین است، اون طرف فدراتیو روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است، این طرف هم ایران است، دیگه کجا واقعی است؟ این طرف هم هندوستان و پاکستان است. یک کشوری است که در بین تقریبا 3 میلیارد انسان قرار داره. سپاس. و یک نقطه بسیار مهم استراتژیک است. آقای آزاد، ترامپ با دولت افغانستان هم کارخانگی داد، گفت که ما در بخش حکومت سازی کار نمی کنیم، این مسئولیت خود افغان هاست. ما در بخش حکومت داری بزرگترین چالش داریم. یک دلایل قدرت نمایی دشمن در برابر ما هم بس اختلافات در درون نظام و حکومت فوق العاده ضعیف است. شما به باور هستین که واقعا بتونین آنچه را که متحد اصلیتان از شما تعهد خواسته به او عمل بکنید؟ تشکر. نخست نوی خواهیم که یک چیز را واضح کنم. شما در مقدمه تان هم یادآوری کردین که آقای ترامپ یادآوری کرد که امریکا در اینجا برای دولت سازی نیست. اگر متوجه شیم آقای ترامپ از ترمینولوژی که استفاده کرده نیشن بیلدینگ یعنی ملت سازی. ما چندین هزار قبل ملت بودیم، حالا ملت هستیم. اونا یادآوری از نیشن بیلدینگ کرده، نه استیت بیلدینگ. از دولت سازی اونا هیچ یادآوری نکرده. خب، که ما دولت سازی ملت سازی در خود ملت سازی در افغانستان الان شگاف است. همین حالا شما بس در درون نظام شما توجه بکنین آقای آزاد، بس قومی و اختلافات قومی بیداد میکنه در داخل خود حکومت افغانستان و این کلانترین نکته نیست. خب تا جایی که ما میبینیم خب عموما اختلاف نظر سیاسی است، اما با حرفای چند در افراد یا سیاسی نمیتواند که ملت بزرگ افغانستان رو پارچه کند. بس اگر بحث دولت سازی باشه، آقای ترامپ به وضاحت یادآوری کرد و از هندوستان خواست که اونا در مترقی شدن حکومت افغانستان تمام خدمات ملکی را که امکانات شده را با افغانستان باید کنند. یعنی این خودش دلالت بر این میکنه که دولت سازی یعنی حمایت دولت سازی را میکنن. ضمن یادآوری از مبارزه با فساد کرد آقای ترامپ که ما با حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد هستیم، یعنی این هم خودش دولت سازی. میایم به سوال شما.
قبل از اینکه آقای ترامپ یا ایالات متحده یکی از متحدین دولت افغانستان حرفای داشته باشند یا تعهدی از ما بگیرند که ما باید دولت سازی را خودمان کنیم و باید ما نتیجه بتیم، ما قبل از اینکه اونا حرفا را داشته باشند شما دیدین که مامورین بلند رتبه دولت با در بدخالت در فساد با اساس جرمشان از طرف محکمه با صلاحیت به مختلف بند محکوم شدند. شما دیدین که در وزارت دفاع اصلاحات آمد، ضمناً اصلاحات ملکی، اما به ثباتی سیاسی هنوز هم بیداد میکنه. ببینید اگر در یک شب و یک روز هر چیز گل و گلزار میشد، نه بس یک شب یک روز نیست، ما شما سر استراتژی دراز مدت یک کشوری که ما شما با نام سوپر پاور رو میشناسیم بحث نمیکردیم. وقتی که یک کشور سوپر پاور آنها استراتژی دراز مدت را جور میکنن، طبیعی واضح است که در یک کشور بیچاره که 16 سال میشه که حکومتداری یا دموکراسی، یعنی از صفر شروع شد هر چیز، در یک شب و یک روز گلگلزار نمیشه. مشکلات در حکومت هست، مشکلات در کل دولت هست، در از این هیچ کس چشم نمیپوشه و رئیس جمهور به وضاحت چندین بار یادآوری کرد. تعهد غربی ها در گذشته هم موجود بوده. آنچه که موجود است این است که در گذشته هم بارها متحدین خارجی افغانستان در برابر افغانستان تعهد کردند، اما ضعف حکومت افغانستان باعث دلسردی متحدین خارجی شد و یکی از عوامل پررنگ شدن نقش پاکستان نسبت به افغانستان در بیرون هم همین مسئله بود. حال هم همین نگرانی است که آیا بعد از این حکومت افغانستان آنچه را که متحدین غربی و یا هم متحدین با ویژه ایالات متحده آمریکا توقع داره او را برآورده خواهد توانست؟ قبلا من اشاره داشتم، ببینین بعد از 2014 تمام کشورهای یا متحدین یا کشورهای ائتلافی ناتو به شمول ایالات متحده در حالت بیرون رفتن از افغانستان بودند و تمام کمک‌هایی که اونا با دولت افغانستان داشتن قطع کردن، تقریبا با 5% رسیده 100% و توجه اونا طرف کشورهای عرب شد. اما ما توانستیم که در کنفرانس های وارسا و برسل ما بیشتر از 30 میلیارد دلار کمک های خارجی را جلب کنیم. ما توانستیم که راه های بدیل را داشته باشیم، راه های بدیل ترانزیتی و تجارتی را. ما توانستیم که در مبارزه علیه فساد از متاسفانه که در ردیف اول بودیم، ما به اشتم آمدیم. این چیزهایی هست که دیده شده و دو روز قبل شما دیدین که اتحادیه اروپا 100 میلیون یورو کمک کرد با دولت افغانستان در مبارزه علیه فساد، یعنی نتیجه را اونا دیده ای کار کردن. یعنی ما متیقن هستیم که ما دستاورد بیشتر خواهم داشت. آقای کلکانی، بحث فشار بر پاکستان که پیام بسیار واضح و روشن ترامپ به پاکستان صادر شد، ما میلیاردها دلار میدیم، پاکستان هم گروه های تروریستی را پناهگاه میده، از این پول ها بر گروه های تروریستی کمک میکنه و پاکستان باید به تعهدش در برابر مدنیت و صلح پابند باشه. از دیگه طرف بس نقش هند شما در افغانستان ببینید که آمریکا فوق العاده نقش هند در این استراتژی خود بالا برد. فکر نمیکنید که واقعا آمریکا این بار بر پاکستان میخواد یک فشار جدی وارد بکنه تا پاکستان برای درستش بره؟ ما میخوایم که یک دوستی تذکر دم حرفای قبلی هم داشته باشم. ما با دوستا خواهش ما ای است و از ملت افغانستان، امریکا امروز نیست که در افغانستان آمده باشه. ای 17 سال شد که امریکا در افغانستان حضور داره و ناتو. ما با ایالات متحده امریکا موافقتنامه امنیتی داریم. ما با ایالات متحده امریکا معاهده استراتژیک داریم که از طرف پارلمان افغانستان هر دوش تایید شده است. و تقریبا 3 سال شد از معاهده امنیتی ما که با ایالات متحده امریکا امضا کردیم و تقریبا 4 الی 5 سال از معاهده استراتژیک ماست که با ایالات متحده امریکا امضا کردیم. اما خوشبینی ما در این مسئله در کجا هست که معاهده امنیتی که ما امضا کردیم و این حکومت وحدت ملی او را با ایالات متحده امریکا امضا کرد، کدام مواد از بندهای از او 100% تطبیق شده است؟ خب فکر نمی‌کنید امی تعهد آمریکا هم جزئی از تطبیق موافقتنامه امنیتی است؟ اجازه بدهید، معاهده امنیتی مقدمتر است و او یک تعهد است از لحاظ روابط بین دول. خب اگر شما چند پیش آقای کلکانی توجه داشته باشید، بحث مکمستر دیدار ملاقات مکمستر با مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور که در اونجا روی تطبیق توافقنامه امنیتی
تاکید شد و این همه یک جزء از او باشه. شما ببینید، من اجازه بده که با این بحث تکمیل کنم. ما در معاهده امنیتی این تماما مواداتی که در او تذکر یافته است باید او در این مدت 3 سال هو به هو ماده با ماده باید تطبیق میشد. متاسفانه نشده است. شما شاهد بودین که پاکستان راکت پراگندی خود در افغانستان به شکل مدام دوام داد. شما دیدین که از مرزهای بالای مرزهای افغانستان تعرض کرد. شما دیدین که از مرزهای افغانستان داخل شد. اما متاسفانه ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان مطابق با معاهده امنیتی که ما با ایالات متحده آمریکا داشتیم متاسفانه عملی که لازم بود نکرد. حال در این استراتژی هم که اعلان کرده است جناب رئیس جمهور آمریکا نوشته کرده است که پناه گفته است در صحبت‌های خود که پناهگاه برای توریست‌ها باید پاکستان آماده نکنه. هیچ نگفته است که حامی توریسم پاکستان است، تربیه کننده توریسم پاکستان است، صادر کننده توریسم به پاکستان است. شما آیا این نمی‌دانید که پاکستان توریست تربیه می‌کنه؟ کمپایی از کنجا تربیه میکنه و صادر میکنه. بنان یکی پناه دادن است از لحاظ ترمینولوژی، و مگر ما بسنجیم یکی پناه دادن است، یکی تربیه کردن، یکی حمایت کردن. بنان به نظر ما پاکستان حمایت کننده است، تربیه کننده است و صادر کننده است. مورد در پیام آقای ترامپ هم خیلی واضح بود، گفته هیچ مشارکت نمیتونه گنجایش پناه دادن به تروریستای را داشته باشه. اینمی نقطه سوال ما است که مقامات آمریکایی و نیروهای آمریکایی را هدف قرار میدن. اینمی نقطه سوال ما است، یکی پناه دادن است، یکی تربیه کردن، یکی حمایت کردن. پاکستان طالبا تروریستا را حمایت میکنه، برشان پول میده، سلام میده، مهمات میده، زخمیهاشان تداوی میکنه و فامیلاشان نگاه کرده است در امن. ای پناه دادن نیست، ای تربیه کردن. یعنی شما میگید که هنوز هم آمریکا در برابر پاکستان تاکتیکی عمل میکنه؟ بله به این معنا که باید ایالات متحده آمریکا پاکستان من حیث حامی توریسم اعلان میکرد، صادر کننده توریسم اعلان میکرد، تربیه کننده توریسم باید اعلان میکرد. متاسفانه در ای پناه دادن اعلان آقای ترامپ گفته است، ولی ما فراتر از این باید بحثی که مثلا توریسم از پاکستان در برابر میآید، در برابر نیروهای امنیتی، در برابر نیروهای آمریکایی می جنگه، در برابر آمریکا می جنگه، فکر نمی کنید که روشنتر پیام از این نمیشه برای شما؟ اجازه بدین که مدت 17 سال شده است که پاکستان در برابر آمریکا می جنگه. 17 سال شده است و تقریبا 2100 نیروی آمریکایی در افغانستان تلف شده است و این پاکستان از بین برده است. ولی حالا آقای ترامپ اعلان میکنه که پناهگاه، بعد این باید اعلان میکرد که پاکستان از حمایت خود از توریست دست بگیره، دیگر توریست ها را حمایت نکنه، تربیه نکنه، تجهیز نکنه، تمویل نکنه و با کشورهای جهان و با افغانستان صادر نکنه. بعد این مسئله تذکر پیدا میکرد. آمدیم سر مسئله بحث پاکستان و هند. متاسفانه دولت‌های افغانستان نتونستن که در طول امی تقریبا 17 سال که اعتماد امریکا را در منطقه آسیا بر افغانستان من حیث جاگزین بر پاکستان اینا به دست بیارن. یعنی به این معنا که امریکا در صدد از امریکا داره این کار میکنه. شما میبینید که بله، از یک طرف ولی ما نتونستیم پاکستان متهم میکنه، از سوی دیگر اجازه بده دشمن سرسخت پاکستان شریک قضیه افغانستان میشه. ولی ما نتونستیم. چیزی که آقای ترامپ گفته است دیگه چک سفید نمیتون شرایط داره حکومت داری و یا ملت سازی را. هدفش این است که حکومت افغانستان در داخل خود مشکلات داره، مشکلات قومی داره، مشکلات سیاسی داره، مشکلات مدیریتی داره و امثال از این. یعنی نتونست از دولت افغانستان تماما جهتهای سیاسی افغانستان در قضاهای ملی افغانستان متحد و متفق بسازه. بنان وقتی که ترامپ میگه که بعد حکومت سازی و یا ملت سازی در افغانستان صورت بگیره، دیگه چک سفید ما نمیتیم، بعد فساد از بین بره، این شرایطی است که ترامپ بر افغانستان ارائه میکنه و افغانستان من حیث مسئولیت بعد تا فعلا و از این من بعد هم باید جاگزین یک متحد راستی و واقعی ایالات متحده آمریکا در منطقه و خصوصا در این خطه آسیا باید ظاهر شود و جای پاکستان بگیره
وگرنه افغانستان نتونه جایگاه پاکستان برای ایالات متحده آمریکا بگیره، دوباره مثل سپاس. که شما دیدین که آقای اوباما سلاح و مهمات ها که از افغانستان بیرون کرد، تانک ها و سلاح ها رو بر پاکستان تسلیم کرد. باز دوباره به این شکل نشه که امریکایی اما ظاهرا نکنون امریکا هم تغییر کرده در وضعیت دولت گذشته نیست، ولی ضرور به این است که حکومت افغانستان من حیث یه مسئول در قضایای منطقه و من حیث یه متحد راستین برای ایالات متحده امریکا تبارز بکنه تا این که پاکستان از صحنه منطقوی منزوی شود. آقای راوشان، چرا که مثلا آقای ترامپ گفته که نیروهای آمریکایی صلاحیت عام و تام دارد تا به تمامی شبکه‌های تروریستی را هدف قرار بده و بزرگترین ضربات به مواضع تروریست‌ها وارد بکنه، فکر نمی‌کنید که کلان‌ترین موضع‌گیری آمریکا در برابر گروه‌های تروریستی است؟ یعنی بعد از این واقعاً معادله جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد و اینجا بیشتر آمریکایی‌ها با سرکوب گروه‌های تروریستی به شکل واقعی خواهد برآمد. آنچه که می‌تونه مدل را تغییر بده میدان جنگ است. در میدان جنگ کسایی که حضور داره و بسیار با قساوت قلب برخورد میکنه، یکی داعش است، دیگر القاعده است و به درجه سوم طالب است. طالب در مورد داعش و القاعده موضع ترامپ بسیار قاطع و بسیار روشن بود و حتی از کلمه کلت یعنی کشتن استفاده میکرد. در برابر طالب ها یک مقدار خوب، اگر بگویم در برابر داعش کاملا با یک موضع یعنی چیزی منفی بود، در برابر طالب با علامه مثبت منفی برخورد داشت. یعنی به عباره ساده میگفت که طالب ها اگر به میز مذاکره حاضر شوند و به دولت سازی افغانستان اعتنا کنند و این گپا، یعنی از رای صلح پیش بین میتونند به دولت به نحو شریک شوند. اما دولت گرفتنش برای طالب یا دولت دادنش برای طالب امر غیر ممکن است. یعنی در صحبتش بین طالب، داعش و القاعده یک تفاوت وجود داشت. یک چیز دیگری هم مطرح است، در پالوی تاکید روی جنگ و دادن صلاحیت عام تام به نیروهای امنیتی و نیروهای آمریکایی در برابر سرکوب گروه های تروریستی، ترامپ مثلا میگه که تنها عملیات نظامی نمیتونه که مشکل افغانستان حل بکنه. خب یک جمله بسیار خوب است، یک جمله بسیار خوب است، تنها عملیات نظامی نمیتونه، یعنی در مذاکره و صلح و اینام با جنایی که حضور داره بیشتر البته در قرا و قصبات افغانستان و یک تعداد از او واقعا بچه‌های افغان هستند، باید ما از کشتن اونها جلوگیری کنیم، به شکل از اشکال باید به اونا راه را باز کنیم که بیان به شکل از اشکال حداقل سر میز مذاکره بشینن. یک بس دیگه ای که از این جمله میتونیم چیزهای دیگه رو استنباط کنیم، ما صرفا در سایه جنگ در میدان جنگ انرژی نداشته باشیم، کل سرمایه‌گذاری خود را نکنیم. جوان ما بیکار است، جوان ما مواد مخدر معتاد شده، در ولایت افغانستان یک نوع قلدریزم و زورگیری و قمندان سالاری و غیره و غیره وجود داره. البته به صورت واضح‌تر بگویم کیفیت معارف ما بسیار پایین است، ما باید در این عرصه ها کار کنیم، مسائل هنر، ورزش. سیاست اوباما و سیاست آقای ترامپ از نظر ایجاد یک استراتژی گسترده یا ارائه یک برنامه گسترده، اگر برنامه همه جانبه برای یک ملتی که دارای ابعاد بسیار مختلف عقبمانی است یا عقبمانی به حساب گسترده در عرصه های مختلف داره، از نظر من این برنامه یک برنامه صرفاً نظامی سیاسی است، تا نظامی فرهنگی، نظامی اقتصادی، نظامی سیاسی اقتصادی و همه اینها، یعنی یک برنامه کاملا گسترده نیست. ما در زمینهای مختلف نیاز داریم ببینیم شعور اجتماعی مردم افغانستان چطور تغییر کنه، چطور ما مثلا ما چرا در برابر هنر یک تعداد مردم معصبیت داره، چرا در برابر ورزش یک تعداد مردم معصبیت داره، چرا ورزش قریب ما نره، چرا جوان ما در قریه ورزش نکنه، چرا کلوپ های جر و بحث جور نشد، چرا تئاتر، موسیقی، فیلم، شما ببینید سینما در افغانستان کاملا از بین رفته، مرده، چرا ما این را احیا نکنیم؟ همه از اینها سبب ساز از این میشه که یک ملت از نظر شعور اجتماعی، از نظر شعور شعور خود تغییر کنه و مثبت شوه و دیگر اندیش شوه، مثبت اندیش شوه. التابکه کل ما منفی فکر میکنیم، همه گی ما نگاتیویست هستیم به اصطلاح. چرا؟ به خاطر اینه که ما فقط درد دیدیم، رنج دیدیم، غم دیدیم و زندگی یک بودی داریم. زندگی ما، شخصیت های ما حتی رشد همه جانبه نداره، شخصیت های ما رشد یک بودی دو بودی داره.
ما باید روش همه جانبه شخصیت به ملت خود برمخان بیاریم و او زمان برمخان آورده میشه که یک برنامه علمن تنظیم شده در تمام عرصه ها داشته باشیم. ما از برنامه آقای ترامپ یک مقدار توقعیم بلندتر بود، یعنی ولی وقتی که متوجه شدم که برزی اما محور مسئله مهم است و به این باید اتکا کنه و وقتی که به هندوستان پرداخت و بسیار بسیار یک جمله زیبا گفت که در حقیقت از هندوستان دعوت کرد که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، افغانستان زراعتش، افغانستان اقتصادش، افغانستان همین کمک‌هایی که داره به صورت دوامدار در این عرصه‌ها برای افغانستان انجام بده. یعنی اینی کمک‌ها، اینی عرصه‌ها هم است که آقای بابک میتونه زندگی مردم افغانستان تغییر بده. همین نیم طالب موضوع که جنگ میکنم، من تا جایی که اگر اطلاع بر ما میرسه، به خدا در اونجا میگن به خاطر $200 جنگ میکنن، به خاطر $300 جنگ میکنن، به خاطر 14-15,000 افغانی جنگ میکنن. سپاس، تشکر. ما باید این به این نکات هم متوجه شه. تشکر. آقای آزاد، یک بار دیگر تاکید میکنم روی ازی که آنچه که آمریکا تعهد کرد به شما هم تعهد خاص، گفت که ما بر افغانستان چک سفید نمیتیم و منتظر اصلاحات واقعی هستیم، اصلاحات واقعی را که مردم افغانستان هم میطلبه، آمریکایی ها هم میطلبه. فکر میکنید که اصلاحات واقعی با توجه به بحرانی که در افغانستان موجود است و بحران اعتماد بین سیاسیون افغانستان و بحران بی‌ثباتی که در بیرون از حکومت افغانستان موجود است، واقعا شما این اصلاحات انجام داده بتونید؟ من نه تشکر ز یو دولن شنت لمړی اشاره کوم د چې د امریکا شغلی ولسمشر ترامپ یو واځي دا یادونه وکړه چې پاکستان کې د ترهګرو په ځای نه دي، باید ډیر وضاحت ولو ګوره دا متحده ایالاتونو غونډه هوا ستراتیجی ده او تاسو په ری استاد مور معلومی چې دا ممکن 205 ستراتیجی او دغه لنډه وینا و، یعنی دا د په وضاحت مویل چې زه تفصیل نه ورکوم، زه دا تفصیل وزه مطبوعات سره نشر کوم او نه استخباراتي او جنگي ستراتیجی د مطبوعات سره شریکیږي. دغه ډیر شایان دي، هغه ډیر شایان چې موږ غواړو او نړۍ غواړي د پاکستان په وړاندې. دوی موضوع ستاسو خبر تر ځمه، بله افغانستان متحد دی او د افغانستان حکومت په ځان کې دا ظرفیت وسویني، هغه اصلاحات چې موږ راوستلی دي دغه هغه یو مثال دی، یعنی په هغه حالت څخه چې موږ د حکومت مشتر سپل کیږي، موږ د $300 میلیونه قصر بودیجې سره مخ کیږو، اما موږ وتوانېدلو چې په مخکې مې څو سوار یادونه وکړه چې ډېر کومکونه راجل کړو. دا هغه څه دي چې د دې ښکارندویي سوې ده، کله چې متحده ایالتونه هغه ستراتیژي جوړوي چې د افغانستان غوښتل چې واوري، هغه څه چې ده وویل دا زموږ چلته ناست چې زموږ په شمول هر افغان دا غوښتل چې دغه واوري، هم د پاکستان په وړاندې، هم د ترهګرو په وړاندې، هم د ترهګري جګړه کې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت څخه د حمایت په اړه باندې. دا هغه څه وو چې بعد اووه میاشتو ښاغلي ټرمپ هغه خپل یو سایکولوژیکل چې ده ته وکتل چې د موږ تاریخ وګورو، د یو تاجر په صفت باندې د همیشه په ټولو پریکړو بیړه کړې ده، جلای کړې ده، اما دا هغه پریکړه وه چې د اووه اته میاشتې ونیولې او بیا دی وایي چې زه خپلو ځواکونو ته دا صلاحیت ورکوم چې په هره کمی لاس مخلاص دی چې د ترهګرو ریښې وباسئ. تر دې وړاندې دا به داسې و که هر چارواکی چې دی دلته و تر سفیره پورې دی به غوښتل هغه واقعیتونه به دی دلته لیدله، اما بیا به سپینې ماڼۍ یا د پنټاګون سره شریکوله، دا به وخت به نیول کېده یا به ردېدلم اکثره وخت. اما دا هغه څه دي چې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنو ته په کتو دا و اته میاشتې نیول چې په دې باندې پریکړه کول چې آیا موږ باید د افغانستانه ووځو که نه، موږ نور ځواکونه ولیږو که نه، موږ د افغانستان د حکومت له دغه مبارزې څخه ملاتړ وکړو که نه، موږ په پاکستان باندې دغه موقف چې موږ اوس نیولی دا ونیسو که نه، دا و اته میاشتې ونیولې دا د دغه څرګندویو کې چې د افغانستان د حکومت ټولې لاسته راوړنې پلانونو طرحو ته په کتو سره دی دا وکړي. یعنی دا په دې معنا چې بلې موږ توانېدلی یو چې اصلاحات راولو او دی په دې متیقین دي چې موږ نور اصلاحات هم راولو. حکومت جوړونه د افغانانو کار ده، دا صحیح ده چې د بوند کانفرنس وروسته دلته یو حکومت جوړ شو د نړیوالو په مرسته باندې جوړ شو، اما اوس افغانستان یو حکومت لري، ستونزې به وي، ستونزې د دولت په درې سره قواو کې شته. او ما مخکې یادونه وکړه لکه ښاغلي وکیل صاحب چې وویل چې افغانستان په دا 12 کلو کې نه دی توانېدلی چې د پاکستان ځای ونیسي. ګوره د 1940 را په دېخوا او د سړې جګړې د پیل سره د 1950 را په دېخوا تقریبا څه کم 70 کاله کېږي چې پاکستان د امریکا یو متحد، یو ستراتیژیک متحد و. اینجا زمانی که حکومت فرصت بر افغانستان فراهم شده، نگرانی از این است که یک بار دیگر این فرصت از دست نره. اصلاحات واقعی از شما انتظار داره و هنوز هم شک و تردید وجود داره در مورد اقدامات شما. و امداد دومره اوجدی خبری چوکلی پدغه می وکړ چې په ډیټیل می وایله.
اغه اندیشنه یا نگرانی دا ګورې په سیاست کې هیڅ ډول ضمانت نشته، هیڅ ډول ګارانټی نشته. او د ښاغلی ټرمپ خپل خبره کې یعنی د ځواکونو دلته پاتې کېدل، د ځواکونو شمیر پاتې کېدل، یعنی واقعیتو ته د جګړې په ډګر کې په کتو سره وخت او زمان او د ځواکونو شمیر بده کم او ډیروي، دا خپل هغه څه دي چې ته سلفی ساده راتلونکو پیشبینی نشې کولای. اما کم څه چې ما تاسو ویله هغه اغلا سره وړاندې چې سوي دي دغه طرح پلانو لمخه او هغه چې موږ لرو په ډیټیل موله، نو دا زفکه کوم چې څوک دې په دې اړه باندې اندېښنه ولري. تشکر. یو بل حالت سره موږ مخکې او د دې حالت څخه د وټو په حالت تشکر وسین. بانک امریکا پیام مثبت برای ثبات افغانستان صادر کرد با توجه به اعلان استراتژی امریکا در قبال افغانستان و نکات بارز در حمایت از افغانستان. آیا واقعا میشه که باورمند بود که امریکا به دنبال تامین ثبات در افغانستان است؟ بنابراین پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانو میپرسم آقای کلکانی بفرمایید. اما باورمی است که اگر ایالات متحده امریکا واقعا با معاهدات استراتژیک و معاهدات امنیتی و بر ای راهبرد یا استراتژی که اعلان کرده است واقعا صادقانه عمل بکنه، در این شکی نیست که افغانستان و امریکا موفق میشن در قضیه افغانستان و جهان. و اگر نه کم ماف سابق عمل بکنن، متاسفانه که نتایج خوبی نخواهد داشت. سپاس آقای روش، بفرمایید. دولت افغانستان وزرای نالایق پس کنه، وزرای لایق، والیای دلسوز و مردمی، قماندانا و جنرالایی که قطعات رهبری میکنن بحیث لیدرهای ارشد نظامی در افغانستان، پیشینیشان، تقویشان، کارکردشان زیر مطالعه قرار بگیره و مطالعه دائمی وجود داشته باشه. برخوردهای سلیقه‌ای را کنار بگذاریم، ما برای یک دولت شفاف، روشن، مسئول، پاسخگو و برنامه محور و با رعایت قانون اساسی افغانستان باید پابند باشیم و افغانستان از این منجلاب و از این بدبختی و از این تهجر فکری و از این عقبگرد تاریخی نجات بدیم و بریم به طرف یک معارف مدرن، به طرف یک تحصیلات عالی خوب، به طرف یک ملت سازی واقعی برای افغانستان و کسب اعتماد هرچی بیشتر جامعه جهانی در این روند. تشکر. آقای آزاد بفرمایید. زموږ او د متحده ایالاتونو او همدارنګه د ټول نړۍ هدف مشترک دی، د ترهګرو په وړاندې باندې جنګېدل. او ترهګر نه یوازې افغانستان ته خطر دی، بلکې سیمې او نړۍ ته خطر دی. په دې اساس موږ متحقینو په خپلو ځواکونو باندې چې کوم باور موږ لرو، په خپل هغه ملکي خدماتو چې موږ هغه اصلاحات ورسره وستل دي په دغو طرحو پلانو په اساس باندې، او د امریکا غونې هیواد زموږ سره د یو متحد شریک په توګه باندې، او زموږ اهداف مشترک دي، نو زه مطمئن یم چې ډېر ژر به موږ انشاءالله د افغانستان دغه بحرانی حالت څخه په دیستو شایدان سو. سپاس گزارم میمانای عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بیندو عزیز. تا بعد، خدا نگهدار.